السلام علیکم، صبح همیتان بخیر. مجله صبح پل ارتباطی میان شما و مسئولین. در آغاز برنامه بسته خبری کوتاه که حاوی رویدادهای تاق سیاسی اجتماعی و فرهنگی در 24 ساعت گذشته از افغانستان و جهان بود برای شما نشر شد و قسمی که در چهارشنبه روز مجله صبح قرار داریم مخاطر صافه شما را همراهی میکنم و موضوع برنامه امروزمان هم وضعیت امنیتی کشور است که از یک سو زمزمه آمد صلح است و از سوی دیگر شعله های جنگ و درگیری روز به روز در گوشه و کنار کشور تیزتر و داغتر می شود. اینکه میدان داغ جنگ و تلاش های بیوقفه برای پایان صلح چی نتیجه و چی پیامدهایی را در پی خواهد داشت، روی همین موضوع با فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی بحث خواهیم داشت. شما هم اگر در رابطه موضوع برنامه پرسش و دیدگاهی دارید، شمار تماس برنامه 0791-300-654 در اختیارتان قرار دارد و میتونید هم اکنون به گونه مستقیم با برنامه خودتان به تماس شده، بعد از اینکه مستقیما خودتان را با معرفی میگیرین بپردازین و پرسش و دیدگاهی که در رابطه موضوع برنامه می داشته باشید و در لابلای بحث امروز آقای امان پرسش های شما را پاسخ خواهند گفت. خیلی خوش آمدین و سپاس از اینکه وقت گذاشتین. بدون شک همیشه با داغ شدن، گرم شدن هوا، میدانهای نبرد هم داغتر میشه، ولی ما در این اواخر خصوصا امسال که تلاش های صلح هم داغتر شده است، شاید گرم شدن میدانهای نبرد بیشتر هستیم. چی عملیات هایی را در کدام نقاط کشور آغاز کردین و برانداختین؟ سلام به شما، سلام به بیننده های تلویزیون یک. شما به گونه ای که ذکر کردین، ما در اوضاع و در فضای صلح قرار داریم. گفتگوهای صلح در جریان است در قطر و برخی کشورهای دیگر. در آستانه گفتگوهای صلح، پیش از داغ شدن بحث صلح در افغانستان، طالبان یک سلسله عملیات های تهاجمی را در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای انداختن تا در میز گفتگوهای صلح بتوانند چیزی به دست بیارند، امتیازات بیشتری را حاصل بکنند. اما خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از قبل برنامه‌ای داشت در برابر حملات تهاجمی طالبان، با ایستادگی و با مقاومت خیلی دلیرانه توانستند که از جان و مال مردم افغانستان حفاظت بکنند، حملات تهاجمی دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان را دفع کنند. از زمان نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از حالت تدافی به حالت تهاجمی در آمدند، ما اراضی وسیع زیر حاکمیت طالبان را آزاد ساختیم. در کمتر از دو ماه 3 ولسوالی از اداره طالبان آزاد شده، 2 ولسوالی در ولایت غزنی، 1 ولسوالی هم در ولایت سرپل. به همین گونه عملیات های تهاجمی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه دارد. طرح و پلان ها به خاطر آزادسازی سایر ولسوالی ها از اداره طالبان ریخته شده و در حال اجراست و به همین ترتیب در هر 24 ساعت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 12 تا 13 تا 15 عملیات در 10 تا 13 ولایت را اندازی می کنند. اگر در رهبری وزارت دفاع ملی تغییرات به وجود نمی آمد، اگر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت تدافی به حالت تهاجمی قرار نمی گرفتن، شما یقین داشته باشین با موج عملات حراس افغانانه طالبان امسال راه اندازی شده، اگر یک سال پیش، دو سال پیش با چنین وضعیت قرار می داشتیم، ممکن یک ولایت، دو ولایت، سه ولایت مثل سالهای گذشته سقوط می کرد. اما از قبل تدابیر خیلی منطقی و خیلی واقع بینانه ریخته شده و در محور تامین برنامه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در برابر طالبان می جنگند. در هفته گذشته طالبان یک موج گسترده از حملات تهاجمی را در 10-15 ولایت راه اندازی کردند تا بتوانند همزمان با آغاز شدن هفتمین دور گفتگوهای صلح چندین ولسوالی را یا از اداره دولت افغانستان بیرون بسازند، اشغال بکنند، اما موفق نشدند. با چی راه کار موفق به دفع این عملات شدند؟ خب از یک طرف هماهنگی خیلی خوب میان نیروهای پلیس، امنیت ملی و نیروهای اردوی ملی افغانستان به وجود آمده. از طرف دیگر ما پیشتر یاد کردم نیروهای دفاعی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان حالا حالت تهاجمی را اتخاذ کردن. یک سال پیش و دو سال پیش یا در حالت تدافی قرار داشتند، در مواضعشان می بودند، در مواضعشان قرار داشتند. دشمن
تورست ها می آمدن بالا یا حمله می کردن. اما شیوه نبرد ما، استراتژی جنگ ما فعلا تغییر کرده. نیروهای امنیتی افغانستان از مواضع بیرون شدن یا خود به مواضع طالبان و مواضع گروه های توریستی حمله می کنن، سر از وار می زنن، سنگرهایشان را می گیرن و مردم را از زیر یوغ ظلم و وحشت طالبان نجات می دن. همکنون در کدام نقاط کشور عملیات های شما جریان داره؟ همان گونه گفتین در حالت تهاجمی قرار داره نیروهای امنیتی و وضعیت بیشتر در کدام ساحات وخیمتر به نظر می رسد؟ خب به اساس گزارش 24 ساعت گذشته نهادهای استخباراتی افغانستان، ولایت های پکتیا، غزنی، زابل، بادغیس، فرا، فاریاب، غور، جوزجان و بغلان از جمله ولایت هایی است که زیر تهدید بلند قرار دارند و همزمان با این صبح امروز تدابیر خیلی جدی و خیلی واقع‌بینانه به خاطر دفع تهدیدها در این 7 ولایت ریخته شده و تا 24 ساعت آینده شما یقین داشته باشین که وضعیت امنیتی در این ولایت ها تغییر خواهد کرد و به همین شکل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 24 ساعت گذشته 15 عملیات همزمان در 13 ولایت را اندوزی کردند، در شرق، در جنوب، در شمال، در غرب. اما تمرکز اصلی ما فعلا در شمال افغانستان است، چون در اونجا دشمن بیشتر تحرکات نسبت به سالهای گذشته داره و از طرف دیگر گروه های داعش و گروه های توریستی دیگر هم در حال سربازگیری هستند، میخوان اونجا برای خود جای پا باز بکنند. سپاس. میریم سراغ نخستین تماس از برنامه و میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن با ما هستند. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صبحتان بخیر. علیکم سلام، عقبت بخیر، کی از کجا؟ سلامت باشین، غیاث الدین ارجو هستم از ولایت کندز، ولسوالی حضرت امام صاحب. بفرمایین آقای غیاث الدین، پرسش به دیدگاهی رک داره، چنونده هستیم. بخیر باشین، لطفتان است. سلام برای فواد جان، برشان تقدیم میکنم. فواد امان، بسیار خوشحال شدم که امروز در برنامه حضور داشتن و دیروز هم در کس رسانه های دیگه بودن که سر گپای خوب خوش دادن. اما ایشان در لب بالای صحبتاشون همین چند لحظه پیش گفتن که چندین ولایت یا راوخ شدن که زیر امنیت قرار دارن، مثلا طالب ها حجوم دارن. من سی روز پیش با شما شریک ساختم که در ولسوالی حضرت امام صاحب منطقه قرقرغندپا از کندک اول سرحدش ولسوالی حضرت امام صاحب او طولی چند نفر، 10 نفر شهید شدن، 20 نفرشان اسیر گرفتن و 5 نفرشان هم از پلیس های محلی کشته شدن. نه یکی از رسانه های افغانستان این گپ را تایید کردن، نه یکی از رسانه های افغانستان این را دلیل نشان دارن و نه یکی از سخنگوی ها دیروز آمدن اینا کماندان کندک تبدیلش کردن. اما متاسفانه چرا از رسانه های دولت، از مرکز، از وزارت، از ریاست جمهوری، چرا ولسوالی حضرت امام صاحب توجه نمیکنند؟ فقط بگویم که اگر 5 کیلومتری بین ولسوالی حضرت امام صاحب مرکزش و بین سرحد طالبا و دولت قرار داره، جناب فواد امان میگه که ولایت کندز زیر تهدید نیست. چرا زیر تهدید نیست؟ ولسوالی آختیپا مکمل به دست طالبات، ولسوالی حضرت امام صاحب به دست طالبات، ولسوالی کلبات به دست طالبات، ولسوالی دشترسی به دست طالبات، ولسوالی خانآباد به دست طالبات، ولسوالی عریاباد به دست طالبات، تمام ولسوالی ولایت کندز به دست طالبات. فواد جان میگه که ولسوالی ها هیچ تعریف نداره. ولایت کندز در ولایت کندز در منطقه زرخره، نزدیک زرخره جنگ جریان داره و حملات هر روز ادامه پیدا میکنه. مسیر شیرخان بندر کندز یا مسیر امام صاحب کندز در منطقه نزدیک و ولایت جنگ جریان داره. فواد جان میگه که اصلا در ولایت کندز تهدید نیست. ولایت کندز یکی از سرحداتی است که مکمل سمت شمال اکمالات میکنه، اما شما میگین که نیست، یک گردی نیست. سپاس از تماستان آقای غیاث الدین. جزئیات بیشتر و یا هم چگونگی وضعیت ولسوالی های ولایت قندوز را از آقای یمان میشنویم، بفرمایید. خیلی سپاسگزارم جناب حقجو صاحب از پرسشتان، اما باید تصحیح بکنم که ما نگفتیم که ولایت قندوز زیر تهدید گروه های توریستی قرار ندارن. اگر شما متوجه شده باشین در هفته گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همزمان در بغلان و تخار درگیر نبرد با گروه های توریستی بودند. دشمن با استفاده از این فرصت
خودشان را در واقع در ولسوالی های کندز بیشتر جابجا کردند، اونجا تحرکات و فعالیت های تروریستی را برای انداختن. اما بلافاصله پس از آگاه شدن رهبری وزارت دفاع ملی از این تکتیک و شیوه گروه های تروریستی، ما اقدام کردیم، نیروهای تازه و کمکی را در ولایت کندز بخصوص در ولایت امام صاحب جابجا کردیم. شما یقین داشته باشین که به زودی خیلی در آینده نزدیک عملیات پاکسازی وسیع و گسترده در ولایت کندز بخصوص در ولسوالیایی که زیر تهدید بلند گروه های تروریستی یا دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان قرار دارند راه اندازی میشه. وضعیت در وزارت دفاع ملی مثل سالهای پیش نیست. این بار به هر مشکل، هر شکایت و هر نگرانی شهروندان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رسیدگی صورت میگیره. زمان شکایت و نگرانی از روستاها و ولسوالیهای افغانستان به وزارت دفاع ملی میرسه. در جلسه صبحانه سوق اداره استراتژیک وزارت دفاع ملی بالای نگرانی ها و خواستا و شکایت مردم بحث و بررسی صورت میگیره و بلافاصله تصمیم گرفته میشه تا به این نگرانی ها پاسخ داده شود. شما یقین داشته باشین که به زودی به این نگرانی ها و خواستای شما جواب داده خواهد شد و آنچه شما امروز در ولایت کندز میبینین تغییر خواهد کرد. من پیشتر هم یاد کردم که طالبا در مقایسه با سالهای پیش امسال در ماهای اخیر، در هفته‌های اخیر کوشش میکنن از هر راه ممکن خودشان در سرخط رسانه ها قرار بدن تا در نشست صلح بتونن که امتیازهای بیشتر به دست بیارن. اینها توان مقابله با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از دست دادن، میان بالای اهداف غیر نظامی حمله میکنن. شما حمله دروز پیش کابل را به یاد داشته باشین که کاملا در یک منطقه مسکونی و غیر نظامی صورت گرفت، در نزدیکی یک مکتب خصوصی، در نزدیکی یک مرکز تیل فروشی و در نزدیکی یک شهرک رهایشی. با کدام منطق میتوان این عمله طالبان توجیه کرد؟ اینها از زمان در جبهه های نبرد، در میدان های نبرد زیر فشار نیروهای امنیتی افغانستان قرار میگیرن، زیر حملات نیروهای امنیتی افغانستان قرار میگیرن، بعد میان به شهرها رجوع میکنن. چون توان مقابله را در جبهه های نبرد از دست میتن، میان در شهرها در میان غیر نظامیان انتحار، انفجار و وحشت برپا میکنن، جوی خون جاری میکنن و مردم به شهادت میرسانن. سپاس. باز هم تماس داریم، بفرما بیننده محترم. تماس شما به برنامه وصل است، بپردازین به صحبت ها. اگر صدای مرا دارین، متاسفانه تماس اینا قطع شد. بیننده عزیز، انگامی که تماس میگیرین صدای تلویزیون تان را پخش بکنین و یا ای که موقعیت دورتری از پای تلویزیون تان انتخاب بکنین و بعدش مستقیما بپردازین به گفته ها و پرسش و دیدگاهی که می داشته باشین تا ای که وقت شما و برنامه زایی نشه. میریم سراغ تماس بعدی. و ایسودین جلالی از ولایت قندوز روی خط تلفن با ما هستن، بفرما بیننده محترم. بله، سلام علیکم خارج. یک بخری برای شما دارم، یک بخری هم برای جوان موفقی که سخنگوی معاملی وزیر دفاع دارم. خدا کنه که باشن. و یک سلام خواستم برای تلویزیون یک برای همکارای عزیز دارم که خدا کنه برنامه خوش خوبی را آغاز کرده باشید. تشکر خیلی خاص میکنید، برنامه بسیار خوبی میگیرید. و شما ببینید که در ولایت قندوز یک جوان خوب صحبت کرد از ولسوالی امام صاحب. باورتان دیگه که گفای از این مکمل تایید شدید است و خوب گفای خوب میزنه. و اینا مثلا در کابل که اینا در مرکز اصلا در جای خودشان اصلا آگاهی ندارن که وقتی پینکیاری میشه. خودشان میگه که ما آگاهی داشتیم، وقتی که آگاهی داشتیم چرا ای را خونسا نکردیم و چرا ای را بدر کرافتار نکردیم. آگاهی نمیشه که هر کس میگه ما آگاهی داریم. مثلا میگه دمید روحی تان اسکرهای بیچاره ما را، سربازهای بیچاره ما را پشت کشتار میکنن. و این استخبارات شما در کجا؟ وقتی که استخبارات شما که از که میگیم ما استخبارات داریم، ما خبر بدیم از این مشکلات ها. وقتی که خبر بدیم چرا تغییر امنیتی نکردیم؟ فقط صرف غم خود تا نخوردین و تغییر دادین جارا و دیگه مسلمان ها را در طور پشتا و خون و خونکر کشیدین. شما ببینید که جوان مامنس صحبت میکنه، فکر میکنه که در افغانستان هیچ گپی نیست، همه گفت هست. اما یک مشکل دیگه این مردم افغانستان خود من داره این دسته و دسته هم بکنیم، هم که مشکلات های و هم که که در خانه خود نگاه میکنیم
و در جاهای خود نگاه میکنیم با دولت همکاری بکنیم. اگر همکاری ما و شما با دولت باشه، دولت هیچ کاری نمیتونه. دو موضوع موضوعی دیگه اینو که استخبارات نره، ما گفتیم کشفی اینا رو ما در افا با اینا صحبت کردیم، با دیگه نوردا صحبت کردیم که دین همی کشفی که در کشف هست و کتابی در استخبارات شما میبینم یدت هم اینا دست شناختی هر کشوری دیگه هستن. شما بیم که دین اینا را از تبدیل بکنه تغییرات برن، هر کشفی ما قوی بود ما دیگه دچار این مشکلات ها نیستیم، دچار تو شکستار نمیبسه کل وطن بوست باشن، دلشان به با این وطن بوست و دلشان به یادکرهای بیچاره ما بوست و دلشان به او از بالایی که سپاس آقای جلالی. نمیفهمم انتظار کشت کشت. ممنون تماستان. بفرمایید آقای امان، پاسخ شما در رابطه با گفته های آقای جلالی. آقای جلالی خیلی سپاسگزارم از سوال شما و درود میفرستم به شما. شما حق بجانب هستین، از قبل اطلاع استخباراتی در حمله درباره حمله درست پیش کابل وجود داشت، اما متاسفانه دشمن توانست از راه دیگر در میان غیر نظامیان خودش انتحار بکنه. وقتی آگاهی وجود داشت انتقاد آقای جلالی هم همین گونه بود که گفتهای وجود داره که آگاهی وجود داشت اما چرا نتونستین جلوش را بگیرین؟ و خب زمانی اگه اطلاع استخباراتی به نهادهای امنیتی افغانستان فرستاده میشه، در واقع گفته میشه که این نهاد دولتی یا اون نهاد دولتی زیر تهدید مخالفان مسلح دولت یا تروریست‌ها قرار داره، ممکن حمله انتحاری بالای صورت بگیره. اما دشمن به جای حمله بالای هدفی که به ما اطلاع داده میشه، میای هدف دیگر مورد آماش قرار میده. شما حمله درست پیش ما پیشترم بیان کردم که در میان غیر نظامیان صورت گرفت، در منطقه مسکونی صورت گرفته، آنگونه که طالبان ادعا میکنه بس مرکز لوجستیک وزارت دفاع ملی آسیب و زیان نرسیده، فقط 4 تن از منصوبین اردوی ملی افغانستان، 2 کارمند ملکی، 1 افسر و 1 سرباز شهید شدند. بیشتر کسانی که در این حمله شهید شدند غیر نظامیان هستند. بنابراین دلیل کاهش این تلفات هم منتقل شدن، دلیل کاهش، دلیل آسیب نرسیدن زیاد به نیروهای امنیتی و مرکز لوجستیک وزارت دفاع افغانستان است که این حمله در منطقه مسکونی صورت گرفت، در منطقه غیر نظامیان صورت گرفت. تکراری بود، ما در گذشته هم شاهد بودیم که با موتر بمب انفجار میتن و بعدش وارد یکی از منازل مسکونی و یا هم هدفی که اونا با خود تارگت کرده میباشن داخل میشن و از همونجا درگیری را آغاز میکنن. خوب ما پیشترم بیان کردم دشمن از راه‌های غیر نظامی، از جایی که بیشتر اونجا غیر نظامیان عبور و مرور داشتن، غیر نظامیان زیست دارن، استفاده کرد. ما آماده حمله از راه دیگری بودیم، اما دشمن آمد از یک شهرک استفاده کرد، از آپارتمان شهروندان ما اونجا زندگی میکنن آمد بهره برد و اونجا موضع گرفت در بالای نیروهای امنیتی افغانستان شلیک کرد. اینجا تصاویر مال رویداد در اختیار ما است، ببینید که با شدت در یک منطقه مسکونی و نزدیک شهرک رهایشی صورت گرفته و یک تانک تیل هم اینجا حضور داره، مکتب خصوصی هم وجود داره. بنابراین دشمن شیوه نبرد خود تغییر داده، میایه از غیر نظامیان استفاده میکنه، غیر نظامیان سپر قرار داده در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگن یا مستقیم هراس دارن از روبرو شدن با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. قرار گرفتن توریستا در یک بلاک راهیشی به چی معناست؟ به معنای عزیز که یا غیر نظامیان سپر قرار داده میایه در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگن یا مستقیم بالای مرکز لوجستیک وزارت دفاع ملی حمله نکردند و این مرکز هم 2 ماه قبل تخلیه شده بود، کارمنداش به رهبری وزارت به ساختمان وزارت دفاع ملی انتقال داده شده بود، فقط یک بخش کوچک از کارمندان بخش انجینری وزارت دفاع در منطقه خیلی دورتر از انفجار اونجا کار میکنن. سپاس. پس هم تماس داریم، بفرما بیننده محترم. متاسفانه تماس اینا قطع شد. ادامه بحث را بعد از یک میان برنامه پی خواهیم گرفت.
دوباره خوش آمدین و موضوع برنامه امروز ما وضعیت امنیتی کشور است. شما هم اگر در رابطه موضوع برنامه پرسش برای دیدگاهی دارید، شمار تماس برنامه در اختیارتان قرار دارد و مهمان ما در این برنامه فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی. تماس داریم، میریم سراغ تماس و تماس قطع شده، بحثمان را ادامه میدیم. آقای امان، قسمی که آقای جلالی هم انتقاد داشتن از کشف و استخبارات و خواستشان امین بود که تغییری و تبدیلی های اینجا وارد شود، هایی که ما شاید تغییر وضعیت باشیم، آیا چنین است؟ بدون شک در رهبری حکومت وحدت ملی، در رهبری نهادهای امنیتی افغانستان اراده و تلاش به خاطر آوردن اصلاحات وجود داره. ما به طرف اصلاحات روان هستیم. شما وضعیت وزارت دفاع ملی را با یک سال دو سال پیش امروز مقایسه بکنین، کاملا دگرگون شده. امروز وزیر دفاع هر هفته یک سفر، دو سفر، سه سفر ولایتی می داشته باشه، میره خودش به قلوردوهای وزارت دفاع ملی، به سنگرهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، با سربازان صحبت میکنه، شکایت آنها را میشنوه و برش رسیدگی میکنه. به همین ترتیب در سایر نهادهای امنیتی افغانستان در مقایسه با گذشته تغییرات با وجود آمده. چهرهایی در رأس قرار گرفتن که ظرفیت مبارزه با گروه های توریستی را دارند، اراده سرکوب دشمن را دارند، بالای دشمن رحم نمیکنند، تفکیک میان دشمن قائل نیستند، برایشان طالب خوب و بد یا تروریست خوب و بد وجود نداره، همه را به عنوان دشمنان سال و ثبات میبینند. و یک بحث دیگر هم میشه اینجا یاد بکنم که البته به عنوان یک خبر تازه و خوش برای مردم افغانستان که امیل اعضا در اختیار ما قرار گرفت، سید آقا از قماندان های خیلی مشهور طالبان در میدان شهر دیشب در یک حمله هوایی کشته شد. سید آقا از جمله کسایی بود که در طرح و سازماندهی حمله های انتحاری در داخل شهر کابل نقش داشت و از جمله قماندان های خیلی بیرحم طالبان بود، بالا هیچ کس رحم نمی کرد، غیر نظامیان خیلی بیرحمانه و فجه از بین می برد. به این ترتیب بالای نیروهای امنیتی افغانستان خیلی ظلم و وحشت بالای اسیرای نیروهای امنیتی افغانستان برپا میکرد. بنابراین این خبر خوش به مردم افغانستان میرسانم که دیگر سید آقا از قماندان های مشهور طالبان در میدان شهر وجود ندارد. دیشب در خانهش در با جمع از زیردستایش کشته شد. و یک بحث دیگر هم میخوایم اینجا ذکر بکنم، طالبا بیشتر در کنار از اینکه غیر نظامیان سپر قرار میتن و در خانه های مردم موضع میگیرن، بیشتر در مساجد اینها موضع میگیرند. چند روز پیش طرح و عمله ولسوالی از رای لوگر ریخته شده بود که قرار بود بالای ولسوالی از رای لوگر حمله هوایی صورت بگیره، اما طالبان فرار کردند، در مسجدها جابجا شدند، اونجا موضع گرفتند. بنابراین نیروهای امنیتی افغانستان از آماش قرار دادن آنها منصرف شدند، چون در خانه خدا اینها آماش قرار گرفتند، مسجد سپر قرار داده و در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگند. بنابراین در برابر چنین یک دشمنی که نه به ارزش‌های اسلامی، نه به ارزش‌های انسانی، نه به ارزش‌های حقوق بشری باور داره، چی باید کرد جز سرکوب از اینها؟ دیگر به نظر ما چاره وجود نداره و ما هم تا حد ممکن، نیروهای امنیتی افغانستان هم تا حد ممکن کوشش میکنن که یارا به گونه ای از بین ببرن که به غیر نظامیان آسیب نرسه و اماکن مقدس مردم افغانستان آسیب نرسه و مکاتب به نهادهای دولتی آسیب نرسه، و جایی که برای مردم افغانستان خدمت ارائه خدمت صورت میگیره و اونجا آسیب نرسه. اما برعکس طالبا و دیگر گروه های توریستی در چنین مواضع و در چنین جاهای موضع میگیرند. سپاس، باز هم تماس داریم. بفرما بیننده محترم، تماس شما برنامه بست است، بپردازین به صحبت ها. سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ محمد صادق صفایی هستم از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی. آقای محمد صادق، الان با مهمان شما همین اوضاع امنیتی در ولایت غزنی، مهمان عزیز شما گفتن که خیلی اوضاع خراب است، واقعا اوضاع خراب است. ما ولسوالی مسجد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، مثلا ولسوالی قرباغ بسیار وضعیت خراب است، دیست طالبات همدال فیلن هم هر مسافر هر موتر که کشتی گذار میکنه بسیار مساحت کم است، ولی توسط پول اینا پول میگیره،
به خاطر از مسئول خود این مسیر مسیر باز ماندن. یعنی ما خواهش ما از دولت از وزارت دفاع مخصوصا همی است که همی 10 کیلومتر از مثال کرباخ تا زردالو رست یعنی می منطقه اینا پوسته داره رسمی فاقت داره تلاشی میکنه از مطرقش هم پول میگیره یعنی در خیمت صورت بگیره همی همیت همی مسیر رای ما گرفته شود یا دلش خواست فاصل پایین میکنه دلش خواست باری مطرح تخیر میکنه میگاره دلش خواست مسافر به گرگان میگیره دلش خواست سر میگوره آنی پریر دو مفتصف همی به موابعی دست پیدا شده شناخته نمیشه سر مریضه نمیمانده دو مطرح جاها میده این سر مصحب کم است ولی این توانایی رو دارست به مقابله دونه مبارزه کنه وقتی این که مرحیم تیر ما نمیتون بگیره اگر یعنی مساحت از مثالی یاوری مثلا مثالی قرباخ تا زردالو رو 10 کیلومتر نیست یعنی مساحت 10 کیلومتر دو بیس وزین هاست اینا شهر بزرست مردم پول میگره مردم میسر میگره حتی ممنون تماستان مثالی ها پول جمعوری میکنه. بفرمایید آقای امان پاسخ شما. خب فکر میکنم نگرانی ای دوست ما بیشتر در باره امنیت ولسوالی جاغوری و قره‌باغ بود. دوست عزیز سپاس از شما و ما هم به شما سلام میفرستم. دشمن در ولایت غزنی بخصوص در شهرهای منتهی به ولایت غزنی شیوه جنگ خود تغییر داده، بیشتر به پرداخت راکت ها، ترور، باجگیری، اختطاف در شهرها یا کارشان و فعالیت های حراس افغانانیشان متمرکز ساختن. و در کنار از این ما پیشترم بیان کردم که زمان طرح و برنامه رواندازی عملیات پاکسازی ولسوالی ها چی در غزنی باشه و چی در جای دیگر ریخته میشه و نیروهای امنیتی افغانستان میخوان با این طرح عملیاتی بسازن، متاسفانه دشمن غیر نظامیان سپر قرار میده، در خانه های غیر نظامیان جا به جا میشن. بنابراین تاکید شخص رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و اسدالله خالد وزیر دفاع ملی به همین ترتیب در مجموع رهبری وزارت دفاع ملی است که تا حد ممکن کوشش شود به غیر نظامیان آسیب نرسد. یکی از چالش هایی که سر راه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان وجود دارد و عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کندی روبرو ساخته بحث غیر نظامیان است. بنابراین اگر نگرانی از آسیب رسیدن به غیر نظامیان وجود نداشته باشد، در جایی که نیروهای امنیتی افغانستان متعقن شوند که اونجا به غیر نظامیان آسیب نمیرسه، بیدرنگ بلا فاصله و خیلی سریع در برابر حراس افغانان واکنش میداشته باشند. چرا جلوگیرانه به خاطر جلوگیری از سپر قرار گرفتن و تلف نشدن افراد ملکی وجود داره؟ خب این خیلی دشوار است، خیلی سخت است برای نیروهای امنیتی افغانستان. زمان طالبا در ولسوالی ها و روستاها در خانه های مردم جابجا میشن و از بیچارگی و ناتوانایی مردم استفاده کرده بازدور سلام میرن در خانه مردم موضع میگیرن، دیگر اینجا چی چاره وجود داشته باشه؟ مردم از ترس و ناگزیری به اینها پناه میدن. اگر به طالبان لبیک نگوین، اگر به طالبان راه را باز نکنن، در خانه خود باز نکنن، بدون شک اینها را از بین میبره. بنابراین این خیلی سخت است. چاره ای است که طالبا گروه های توریستی انسان شوند، بالای غیر نظامیان رحم کنند، از غیر نظامیان استفاده نکنند به خاطر جنگ در برابر دولت افغانستان. دستاوردی که شما در عملیات های چند وقت اخیر داشتین چی ها است؟ جدا از بازپسگیری چندین ولسوالی که در خبرها هم به نشر رسید در این اواخر؟ ما پیشترم بیان کردم در شروع برنامه امروزه شب روز نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای دفاعی افغانستان در حال اجرای عملیات ها هستند. در هر 24 ساعت حداقل 100 طالب، 100 گروه توریستی تنها در عملیات مشترک نیروهای اردو و پلیس کشته میشن. ما در 24 ساعت گذشته، البته درست پیش منظورم است، 151 طالب از بین بردیم. در ولایت بلخ، در ولایت فاریاب، در کندوز، در بدخشان، در تخار. اگر ما بیایم نتیجه و دستاوردهای عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک هفتهش محاسبه بکنیم، در یک هفته تقریبا 300 400 طالب گروه های توریستی از بین برده میشه. در جریان همین عملیات ها از جان باختن نیروهای امنیتی چه خبر؟ بدون شک جنگ است،
در جنگ به دو طرف آسیب میرسه، هر دو طرف تلفات میداشته باشن، اما تلفات توریست ها به مراتب زیادتر از نیروهای امنیتی افغانستان است. ما در مقایسه با گذشته تلفات خیلی کم داریم. ممکن در هر عملیات گسترده ای که را اندازی میشه دو نفر، سه نفر یا چهار پنج نفر از اردوی ملی و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان شهید شوند و چند تن دیگر زخمی شوند، اما سالهای پیش این گونه نبود. سالهای پیش آمار تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بلند بود. شما امروزه شاهد بودین در رسانه، حداقل ما از طریق تلویزیون یک در خبرها میدیدم نیروهای امنیتی افغانستان در مواضعشان شکایت داشتن از نرسیدن نیروهای کمکی، شکایت داشتن از محاصره شدن، شکایت داشتن از نداشتن خوراک، شکایت داشتن از نداشتن تجهیز و سازبرگ نظامی. اما امروز وضعیت تغییر کرده، امروز شکایت ها خیلی محدود است، خیلی کم است و این کارها هم در حال پیشرفت هستند. ممکن تا یک سال دیگر، تا چند ماه دیگر مشکلات نیروهای امنیتی افغانستان در موازی در میدانهای نبرد 100% حل شود. و یک بحث دیگر هم میخوایم بیان بکنم که نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای دفاعی افغانستان خیلی با انگیزه و خیلی با روحیه بالا در برابر طالبان میجنگند. دیروز در ولسوالی کجران ولایت دایکندی 13 اردوی ملی، 13 تن از افسران و سربازان و اردوی ملی در برابر 300 طالب مقاومت کردند. حمله تهاجمی 300 طالب هم میخواستن که مواضع اینها را تسخیر بکنن، دفع کردن. این نشان میده که اینها با انگیزه میجنگن، به خاطر حفاظت مردم سینه خود از سپر قرار میدن و آماده هر گونه قربانی هستند. و رهبری وزارت دفاع ملی هم این قربانی ها و جانفشانی های نیروهای امنیتی افغانستان را نادیده نمیگیره. باز هم تماس داریم، بفرما بیننده محترم. تماس شما برنامه وصل است، بپردازین به صحبت ها. اگر شما صدای مرا دارین بفرمایین. روز بخیر، شما خوب بخیر. بخیر باشین، کی از کجا؟ محمد اشرف هستم، از ولایت بغلان با تماس هستم. بفرمایین آقای محمد اشرف. میمون برنامه شما. علیکم سلام. سوال من این است که در ولایت بغلان جنگ میشه، مثل که یک کس زمین میداشته باشه، بین دیوار شده، او طرفش طالب هست، طرف دولت است. وقتی که جنگ میشه اینا سرازی حمله میکنه، از اون طرف اینا سرازی حمله میکنه. چرا نیروهای امنیتی افغانستان اقدام به این نمیکنن که برن اونا را پیگیری کنن، تا لانه هایشان برن اونا را پیگیری کنن و هر جای کس اونا را مورد باسپورت قرار بدن؟ وقتی که جنگ میشه، مثل که دو نفر جنگ میکنن، در بین پس در بینشان صلح میه، بعد خلاص از اون طرف به کدام جنگ میشن، یه طرف باز آرام که میشن، باز یک چند وقت باز آنه قسم جنگ صورت میگیره. چرا اینا اقدام نمیکنن و سرشان را حمله نمیکنن؟ سوال تو که آخرین جای نقطه از اینا سران میکنن، اونا را مورد باسپورت قرار نمیکنن. تشکر. ممنون تماستان. در این مورد پاسخ آقای امان را خواهیم داشت، اما بعد از یک وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدین قسمه که تا رأس ساعت 10 ما شما را همراهی میکنیم. پس 6 الی 7 دقیقه دیگر هم با شما هستیم و میریم سراغ تماس بعدی. بفرما بیننده محترم. تماس شما به برنامه وصل است، بپردازین به صحبت ها. سلام خدمت شما و خدمت میهمان برنامه تان و خیلی شما و تمام بیننده محترم تلویزیون شما. علیکم سلام، صدای تلویزیونتان را پخش بکنین، بعدش بپردازین به ادامه گفته هایتان. تشکر، سلامت باشین، ممنونتان. صحبت های میمان شما را شنیدم، میخواستم پرسش داشته باشم در مورد موضوع امنیتی که فعلا متاسفانه بسیار زیاد از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر روانی مردم از تحت فشار گرفته. و مشخص سوال من این است که وقتی که اگر یک استراتژی منظم امنیتی وجود داشته باشه، یک مترجم چطور میتونه که در یک ساحه بسیار مزدحمی که در اونجا
مسکونی از خانه هاست و بعدش هم یک نقطه که اونجا یک قرارگاه نظامی است برسه. به نظر من اگر دشمن قرار است که بیاید ملکی ها را سفر بسازه، خب درست است، جنگ است، اونا هم توجیه خود داره طرف هم. اما اساسا چرا یک میکانیزم درست برای بازرسی دروازه های شهر وجود نداره که مواد منفجره از جمع چقدر انتحاری که در داخل شهر کابل میشه و با این ازدحام پرسنل های کشتی و امنیتی که بخش استخبارات وزارت دفاع است، امنیت ملی است، وزارت داخل است، اینا در کابل مصرف چی برنامه هستن که نبذارن امنیت چهار ابراز کابل تامین کنن تا از ورود افراد جلوگیری بکنن؟ نکته بسیار اساسی همی است، بعضی تغییر و تبدیل نمیکنه که مؤثر واقع شود. تا زمانی که اگر استراتژی و مکانیزم منظم امنیتی برای شهر کابل ساخته نشه، من فکر میکنم این بحران همیشه خواهد وجود داشت. ما نمیتونیم که برای از این حداقل بهم توجیه داشته باشیم که گویا مثلا دشمن تاکتیکای جنگی خود تغییر داده یا با استفاده از سپر ساختن ملکا میخواه که به نوعی بالاخره بالای نیروهای امنیتی تلفات وارد کنند. وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی باید یک پلان مشخص در این راستا بسازند. مشخصا سوال من از آقای امانی است که شما چی تدابیر استخباراتی منظمه در اطراف دروازه کابل دارین که حداقل جلوگیری کنه از ورود مهمات، موتربم و کسایی که در داخل کابل دست به چنین اعمال میزنند؟ به نظر من اصل سوال من همینجاست. لطف کنید نمره پست. ممنونتم. ممنونتم از شما همچنان. خب تشکر از دوست ما از کابل تماس گرفتن و پیش از این میخوایم که به سوال محمد اشرف از بغلان پاسخ داشته باشیم. آقای اشرف بدون شک یک مشکل کلان است و دوستای زیاد، شهروندای زیاد چنین شکایت را دارند که چرا دشمنان مردم افغانستان تا آخر تعقیب نمیشن، آماج قرار نمیگیرن و در نطفه نابود نمیگردن. طرح و پلان بالای این مشکل به خاطر حل این مشکل وجود داره؟ روی این مشکل امروز هم در سوق اداره استراتژیک وزارت دفاع ملی افغانستان بحث صورت گرفت که پس از این زمان دشمن در روستاها، ولایتها، ولسوالیها بالای مواضع نیروهای امنیتی افغانستان حمله میکنن یا میان غیر نظامیان میخواهند که شهید بسازند، باید یا تعقیب شوند تا یا بازداشت شوند یا نابود گردند و فقط با یک واکنش کوتاه مدت نباید با اینها برخورد صورت بگیره. اما در بسیاری از موارد زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان اینها را تعقیب میکنن، اینها در خانه‌های مردم پنهان میشن، پراکنده میشن، در داخل روستاها جابجا میشن، خودشان را گم میکنن و ساعت‌ها نیروهای امنیتی افغانستان منتظر میمونن، اما در خانه‌های مردم اینها پناه میبرن و دیگه ما هم نمیتونیم، نیروهای امنیتی افغانستان هم نمیتونن که بالای خانه ها حمله کنه یا به جستجو و تلاشی خانه ها بپردازه. شما میفهمین که کابل، ولایت ها، نقاط دوردست افغانستان خیلی متفاوتر از وضعیت شهر کابل است. در کابل بدون کدام ممانعت و بدون کدام مشکل و حساسیت میتونین خانه ها را مورد بازپرسی قرار بدین، اما این وضعیت در روستا ها و نقاط دوردست افغانستان بنابر ملحوظاتی که شما بهتر میدانین متفاوت است. و در پاسخ به هموطن ما از شهر کابل چرا استراتژی به خاطر جلوگیری از حمله های انتحاری یا انتقال مواد انتحاری به داخل شهر کابل وجود نداره؟ در دو ماه سه ماه آینده از ده ها حمله بزرگ خونبار هراس افغانانه، انفجار موتربمبا جلوگیری صورت گرفت و اساس متر و استراتژیک فعلا ساخته شده و مطابق از اون نیروهای امنیتی افغانستان اقدام میکنه، اما دشمن موفق شد پس از ماها یک حمله خونبار و خیلی وحشتناک و فجیع در شهر کابل رو اندازی بکنه. دشمن هم دشمن خطرناک است، دشمن قوی است. شما میفهمین کشورهایی در حمایت از اینها قرار داره، امکانات و تجهیزات در اختیارشان قرار میده و اینها طرح و برنامه میرسن، متواتر برشان مشوره میده. او کشورها رو شما بهتر میفهمین، جمله کشورهای خیلی قوی و منطقه هستند. بنابراین ما هم با دشمن ساده ای روبرو نیستیم. اونا هم استراتژی دارن. بله اونا هم استراتژی دارن، اونا هم برنامه دارن، تر دارن. زمان ما استراتژی نه و میریزیم تا یک مدتی استراتژی ما کارایی می داشته باشه و زمانی که دشمن از استراتژی آگاهی حاصل میکنه، استراتژی تازه او میریزن متفاوت تر از استراتژی نیروهای امنیتی افغانستان و از خلاها فرصت های دیگه استفاده میکنن، در شهر کابل رخنه میکنن و مردم به قتل میرسانند و حال دشمن ساحه برش تنگ شده.
با مثل سالهای گذشته در هر هفته هر ماه 3-4 عمله هراس افغانانه یا 10 عمله هراس افغانانه در شهر کابل رو اندازی کرده نمیتونه. در گذشته یا به خیلی با آسانی میتونستن موتربم ها مواد خیلی انگفت انتحاری و انفجاری داخل شهر کابل بکنن. حالا راه برشان مسدود شده، خیلی با دشواری و سختی روبرو شدن و از فرصت های خیلی محدود استفاده میکنن و دست به چنین کار میزنن. حالا دقیقاً پرسش از اینایی بود، به خاطر آینده ها چی تدابیر جلوگیرانه وجود داره از ورود مخالفین مسلح به شهر کابل، خصوصا از چهار دروازه ای که وجود داره یا دروازه های دیگه ای که فرعی پنداشته میشه؟ امروز در سوق اداره وزارت دفاع ملی فقط یک مسئولان هر سه نهاد امنیتی حضور داشتند و دستور داده شد تا بالای حمله درست پیش کابل تحقیق و بررسی صورت بگیره که دشمن چگونه آمد، از چی خلای استفاده کرد، از کدام ضعف و کاستی نیروهای امنیتی افغانستان استفاده کرده و خودش را به اینجا رسانده. پس از بررسی حمله و پس از بعد از آمدن نتیجه تحقیق بخش مربوطه، ما پلانهای خود مطابق استراتژی تازه دشمن خواهیم عیار ساخت. فواده امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، سپاس از اینکه وقت گذاشتین و برنامه حضور پیدا کردین. خیلی سپاسگزارم از شما و از بیننده های تلویزیون یک. ممنون بیننده عزیز، سپاسگزارم. رای شما همچنان هستم. پاینده باد کشورم.